ما باید به همه چی نگاه امتحانی داشته باشیم. ما همین الان با این صحبت داریم امتحان میشیم. الان این یکی از مراحل امتحان ماست که این حرفا به گوش ما برسه. ما در زندگی عادی خودمون دائما که در امتحان به سر نمیبریم، به همین دلیل غفلت داریم در این که حیات ما واقعا اساسا همش امتحانه. شما مثلا در زندگی دنیایی خودتون ماشین میخرید، کسی به شما ماشین میفروشه امتحانی به شما ماشین نمیفروشه که، واقعا ماشین فروخته. شما وقتی که ماشین میخرید امتحانی که ماشین نمیخرید، واقعا ماشین خریدید، انتخاب کردید. بعد میخواید برید مسافرت، از اینجا میخواید برید مشهد، امتحانی که یه جاده رو انتخاب نمیکنید که، واقعا یه جاده رو انتخاب میکنید میرید. بله، اون لحظه ای که آقای افسر راهنمایی داره از شما امتحان میگیره که ببینه گواهی نامه بهتون بده یا نه، وقتی میگه ترمز بکن امتحانت داره میکنه، میگه برو داره امتحانت میکنه. اون لحظه فقط، بقیه لحظه ها رو تو امتحان نیستیم. ما در زندگی عادی خودمون دائما که در امتحان به سر نمیبریم، به همین دلیل غفلت داریم در این که حیات ما واقعا اساسا همش امتحانه. هر اتفاقی بین تو و خدا میفته امتحان توست، داره تو رو امتحان میکنه. پول بهت داده، این پول مال تو نیست، امتحان توه. پول نداده، امتحان توه. فقر واقعیت جدی نداره. بیماری بهت داده، این امتحان توه. تو واقعا بیمار هستی یه موضوع فرعی است نسبت به این که داری امتحان میشی با بیماری. من نمیگم بیماری نیست، چرا هست. نمیگم واقعا این پولی که شما داری نداری، چرا داری واقعا. ولی این که این پول رو داری فرع این ماجراست که شما داری امتحان میشی. شما این استعداد رو داری، شما داری با این استعداد امتحان میشی. نگاه امتحانی به همه چی داشته باشیم. خود خداوند متعال همینو میفرماید: الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. ببینید، نگید که آدم ها اول بچن، بعد نوجوان میشن، بعد جوان میشن، بعد میانسال، بعد پیر میشن. تو رو خدا اینجوری نگاه نکنید به زندگی، یه نگاه سطحی فداتون بشم. اینجوری بگو: او خدا یه مدت آدم رو تو نوجوانی امتحان میکنه، بعد نوجوانی رو میگیره با جوانی امتحان میکنه، بعد جوانی رو میگیره با میانسالی امتحان میکنه، بعد میانسالی رو میگیره با پیری امتحان میکنه. این نگاه، نگاه درستی، نگاه واقع بینانه است. خدا جالبه، برای من خسته نمیشه از امتحان گرفتن. خیلی جالبه. شما هم لبخند بزنید، اشکال نداره. خسته نمیشه. امروز از شما یه سری امتحان گرفته، شکست خوردی، پیروز شدی، پشت سر هم درب داغون کردی، گرفتی، خوابیدی، تا بیدار میشی خدا شروع میکنه امتحانو. آه خدای وایس، ما بیدار شیم یا آبی به صورتمون بزنیم؟ میگم نه، تو همین آب به صورت زدن ما یه امتحان میکنیم. حالا میخوای چیکار کنیم؟ برو تا بگم. میری تق میخوری زمین. بیا. البته امتحان های بی صدا داریم، اینجا تق داشت، درسته؟ امتحان های بی صدا هم هست، میری شیراو باز میکنی، آب میاد دستتو، نمیست که این دفعه امتحان نمیگیری، نه چقدر آب لطیفه و آب شستی و تموم شد و نه این دفعه نمیست که، نه این هم امتحان بود. آدم حسابی ها میبینن این یه امتحانه، تا آب میریزن به صورتشون میگن خدایا الحمدلله الذی جعل الماء طهورا. میخواستی امتحان کنی، من شعور دارم، معرفت دارم، 2000 آدمم، حیثیت دارم، شرف دارم، بفهمم این آب لطیفت، ازت تشکر کنم. فهمیدم. امتحانه بی سر صدا داریم، امتحانه که تق صدا داریم، هر دوش امتحانه. تو رو خدا یکم با امتحان زندگی کنی. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم.